خبرگزاری های بین المللی همچنان روند اعتراض ها و وقایع را رصد می کنند. اعتراض ها و اعتصاب های گسترده، صدور حکم مرگ برای دو نفر از معترضان، بحث حضور تیم ملی ایران در جام جهانی قطر و اقدام علی دایی به رد دعوت فیفا برای حضور در قطر از موضوع هایی که در رسانه های غربی هم انعکاس داشته. اورشلیم پست نوشته چرا جمهوری اسلامی نمیتونه معترضان رو سرکوب کنه. این روزنامه در مقاله‌ای به دلایل ناتوانی جمهوری اسلامی نکبت در سرکوب اعتراضهای جاری در مقایسه با اعتراضهای قبلی پرداخته. نویسنده مقاله معتقده در این موج از اعتراضها جمهوری اسلامی پلید با مجموعه بی سابقه ای از چالش ها در جبهه دیپلماتیک، نظامی و داخلی مواجهه و ناتوانیش کاملا در مقابله همزمان در هر سه جبهه مشخص شده. در ادامه مقاله اومده ادامه عملیات های جمهوری اسلامی علیه احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق شاهدی بر این مدعاست که رژیم احساس خطر میکنه، اما سوال اینجاست آیا اعتراض ها میتونه به مرحله بعدی برسه؟ در پایان هم اینطور نتیجه گیری کردن که معترضان نشون دادن میتونن در خیابون ها بمونن، اما مشکل اصلی اینه که در وضعیت فعلی به نظر میرسه نه جمهوری اسلامی میتونه درست معترضان رو سرکوب کنه و نه معترضان حریف جمهوری اسلامی میشن. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. مردم شریف ایران، مردم شریف سرزمین من، تصویری که پشت سرم هم اکنون دارید ملاحظه میکنید تعجب نکنید، اینجا نه صحرای سیناست و نه کویر لوته. اینجا رو که دارید ملاحظه میکنید دریاچه ارومیه است و همونجوری که دارید ملاحظه میکنید بعد از سالها به این روز افتاده و کامل خوش شده. بعد از 44 سال این دستاورد یک نظام فرسوده و یک نظام نالایق این رو در اختیار مردم و در اختیار آیندگان گذاشت. نه فقط دریاچه ارومیه، رود کارون، زاینده رود و تمام آبهای زیرزمینی و تمام منابع و تمام رودخونه ها و تمام دریاها رو از بین بردن به خاطر ناکارآمدیشون، به خاطر عدم تواناییشون، و ما باید پاسخگو باشیم نه به اونها، به آیندگان ما، به فرزندان ما، چون این زمین متعلق به من هست، متعلق به شما هم هست، متعلق به فرزندانمون هم هست. باید پاسخگو باشیم، باید کنار هم برای هم باشیم. فرق نمی کنه از چه قوم و چه گرایش مذهبی هستید، فرق نمی کنه از چه گویش و چه زبانی هستید، همه در یک نقطه جغرافیایی به نام ایران داریم زندگی. باید تمام نقاط کشور برامون مهم باشه. من از خوزستان اومدم و قلبم برای دریاچه ارومیه میدم، برای زاینده رود میدم، برای مردم سیستان میدم، برای مردم کردستان و مریوان و سنندج میدم، برای مردم سرزمین خودم میدم، برای همشهری‌های عزیزم، مردم اهواز، مردم خوزستان که ثروتمندترین مردم کشور هستند، مردم خوزستان ولی فقیرترین سفره رو دارن، آب دارن، گاز دارن، نفت دارن، ولی شوربختانه دستاشون بوی زباله میده و پاهاشون بوی نفت. بیدار شید مردم، دیگه وقت خوابیدن نیست، چیزی برای از دست دادن نداریم، همه چیمونو بردن، همه چیمونو از دست دادیم. پاینده ایران و ایرانی. صدها تن از دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران واقع در تهران در بیانیه این نامه بعضی از استادان این دانشگاه و ننگین ترین اتفاق دانشگاه علم و صنعت دونستن و نوشتن سرکوب دانشجوها با سکوت اکثر اساتید و همراهی عده‌ای از استادان دانشگاه
استمرار پیدا کرده. در این بیانیه با اشاره به نامه اخیر بعضی از استادان دانشگاه علم و صنعت نوشته شده، بیانیه شرم‌آور تعدادی از اساتید که در اون بدون اشاره به برخوردهای پلیسی با دانشجوها به طور ضمنی از روندهای امنیتی جاری حمایت کردند و خواهان پیگیری فعالیت‌های عادی دانشگاه بدون توجه به وضعیت دانشجوها شدند، به یقین از ننگین‌ترین اتفاقات در تاریخ 90 ساله این دانشگاه است. این بیانیه با اشاره به اخبار دانشگاه علم و صنعت از تلاش مدیران گوش به فرمان برای تهدید و ارعاب دانشجوها و افزایش هزینه‌های نقد و اعتراض خبر داده. 267 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران چند روز پیش با امضای نامه‌ای خواستار برخورد قاطعانه با کسایی شده بودند که به نوشته این استادها مغرضانه دنبال به حاشیه کشوندن دانشگاه، دانشجو و اعضای هیئت علمی‌اند. این استادان دانشگاه دانشجویان معترض رو به کاربرد عبارات توهین‌آمیز متهم کردند که به ادعای اونا جایگاه دانشجو رو خدشه‌دار کرده. همونطور که همه ای ما میدونیم، دانشگاه‌های کشور از شروع اعتراضات سراسری در 26 شهریور ماه شاهد تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب گسترده دانشجوها بوده که همچنان هم ادامه داره. دانشگاه علم و صنعت هم که یکی از دانشگاه‌های مهم کشور، طی 2 اخیر در کنار بقیه دانشگاه‌ها به یکی از کانون‌های اعتراضات دانشجویی تبدیل شده. تا الان تعدادی از دانشجوهای این دانشگاه به دلیل اعتراضهای اخیر بازداشت، ممنوع الورود یا از تحصیل تعلیق شدند. به نوشته دانش آموختگان علم و صنعت هم، نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی در این مدت در این دانشگاه حضور داشتند و افراد منتسب به تشکیلات شبه نظامی یا همون بسیج مستقر در دانشگاه دانشجویان معترض و ضرب و شتم کردند. اعتراض دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت به نامه بعضی از استادای این دانشگاه در حالیه که این دانش آموختگان به وجود معدودی از اساتید خوشنام هم اشاره کردند که در 2 گذشته از دانشجوهای معترض حمایت کردند. دانش آموختگان علم و صنعت از همه استادان دانشگاه خواستند با حمایت عملی از دانشجوها اجازه تسهیل برخوردهای امنیتی با فرزندان و ندن و از همه مجاری مدنی و امکانات موجود برای تأمین امنیت دانشجوها استفاده کنند. نامه استادان دانشگاه علم و صنعت در حمایت از برخورد حکومت با دانشجوهای معترض، در حالی که قبلا 121 نفر از استادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجوها هشدار داده بودند. جمهوری اسلامی فریبکار و دیکتاتور و جنایتکار هم در حالی که بیشتر از 4 دهه گذشته هیچ تلاشی برای جواب به مطالبات دانشجوها انجام نداده، علی خامنه‌ای ضحاک میگه دانشگاه‌ها لنگ و تعطیل شدن و همش زیر سر دشمنه.